سرخط خبرها. کرونا ممکنه با ما باشه برای ماهای آینده، ممکنه تا آخر سال با ما باشه. ستایش روحانی از اقدامات دولتش برای مقابله با کرونا. رئیس جمهوری ایران میگوید مشکلی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. رکوردهای جدید تلفات کرونا در جهان. از دیروز نزدیک به 900 نفر در آمریکا جان باختند، 950 نفر در اسپانیا. جنگ لفظی ایران و آمریکا در پی تشدید تنش‌ها در عراق. ظریف می‌گوید کشورش به آغاز کننده جنگ درس‌هایی خواهد داد. و شایعات از کجا می‌آید؟ آیا آب لیمو از انتقال ویروس کرونا جلوگیری می‌کند؟ سلام به این بخش خبر خوش آمدید. رئیس جمهوری ایران میگوید کرونا ممکن است تا آخر سال در این کشور بماند. او این را امروز همزمان با ستایش از عملکرد دولتش در مقابله با شیوع این ویروس گفت. مقام‌های مسئول همچنین از ماندن مردم در خانه در روز 13 به در اظهار خوشنودی کردند. طبق آمار دولتی از دیروز نزدیک به 2900 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 124 نفر دیگر جان باختند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ایرانیان توانستند یک روز 13 به در را اغلب در خانه های خود بمانند و آنها که بیرون رفتند مثل این عده در مقابل بیمارستان گرگان روحیه دادند و روحیه گرفتند. روز گذشته خلوتترین 13 به در ایران در یادها بود و دلیلی برای نگرانی از شلوغی خیابان ها و طبیعت و انتقال کرونا وجود نداشت. کمتر از 10% ما در واقع تردد در روز گذشته در جاده های مواصلاتی کشور داشتیم. نزدیک به 90% کاهش ترددهای خیابانی این دلگرمی را می‌دهد که می‌توان اکثر مردم را راضی به رعایت توصیه‌های بهداشتی کرد. دلگرمی در جلسه امروز دولت مردان ایران با صحبت‌های حسن روحانی تبدیل شد به جلسه ستایش از تصمیمات و تلاش‌های دولتش. گزارش مفصلی رو هم وزارت کشاورزی داد و هم وزارت صمت داد از شرایط ذخایر کالاهای اساسی ما در ماه‌های آینده که گزارش بسیار خوب و امیدوارکننده‌ای بود. و این فقط وضعیت کالاهای اساسی ایران نبود که حسن روحانی در این شرایط امیدبخش توصیف کرد. ستایش از تمامی موارد مدیریت دولتی در این روزها امروز تکه کلام حسن روحانی بود. ما به حمد الله در ماه‌های آینده مشکلی پیش روی ما نیست. بانک مرکزی گزارش بسیار خوبی دادند. محصول ما محصول خوبی خواهد بود. ما تصمیمات خوبی گرفتیم. به حمد الله ما مشکلی برای تأمین ارز تا پایان سال انشاءالله نخواهیم داشت. همه اقدامات خوبی هست. در 24 ساعت گذشته ما 2875 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم. متاسفانه 124 نفر رو ظرف روز گذشته تا ظهر امروز از دست دادیم. تلفاتی که در مقایسه با کشورهای دیگر مثل ایتالیا و اسپانیا به مراتب ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهد و باعث تردید ناظران نسبت به صحت این قبیل آمارها یا نحوه شمارش آنها شده. ولی سخنگوی دولت ایران امروز تا آنجا پیش رفت که از کرونای بدون مرگ در ایران سخن راند. این چیزیه که ما میتونیم در آینده حداقل به طور قطع پوش بگیم که کرونای با مرگ کمتر یا به امید خدا بدون مرگ یا با مرگ کمتر و بدون مرگ نمیتونیم مثل صفر ریاضی پیرامونش صحبت کنیم. در میانه این برآوردهای اغراق‌گونه از اوضاع، دولت مردان ایران یک واقعیت را ولو به شکلی ملایم بیان کردند. اینکه کرونا فعلا ماندنی است. کرونا مسئله نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش. کرونا ممکنه با ما باشه برای ماهای آینده، ممکنه تا آخر سال با ما باشه. دولت ایران میگوید از مدیریت خود امیدوار است، اما متخصصان از یک موج دوم شیوع کرونا در ایران میگویند. داروی ما رو از تو وزارتخونه به ما پس بدید آقا.
از جمله محمد رضا هاشمیان، یکی از پزشکان شاخص ایران که دعوایش با وزارت بهداشت از دیروز خبرساز شد. دارومون رو به ما بدید، پس بدید داروی فامیپراویر ما رو، باش مخالفت نکنید. او در این ویدیو خبر داد ماموران وزارت بهداشت دارویی را از او ضبط کردند که در مداوای بهتر مبتلایان به کرونا به او کمک کرده و در چین و ژاپن هم نتایج خوبی داشته، هرچند در بسیاری از کشورها از جمله ایران یا آمریکا رسما به تایید نرسیده. زنگ زدن از وزارتخونه که برای چی شما نسخه نوشتید دارویی که تو ایران نیست. پیرو این صحبت‌ها وزارت بهداشت محمد رضا هاشمیان را به تشویش از خانه عمومی متهم کرد. این ماجرا هم مربوط می‌شود به اختلاف نظر بین پزشکان متخصص و بوروکراسی وزارت بهداشت و هم به ماجرایی که در آغاز بحران کرونا وزارت بهداشت خود از آن به نام شبکه در هم تنیده سرقت و احتکار در داخل این وزارتخانه یاد کرد که باعث می‌شود داروها و بعضی از لوازم خریداری شده سر از بازار سیاه در بیاورد و به چندین برابر قیمت به فروش برسد. سیاوش اردلان، بی بی سی. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی اینجا در استکهلم با ما هستن، نه اینجا در استودیو. من دوربینم گم کردم، حواسم پرت شد. آقای علوی، دولت بودجه سال آیندهش رو در ایران با نفت بشکه 50 دلار بسته، در حالی که همین الان گفته میشه که مثلا در بازار نفت ایران با بشکه 14 دلار هم فروخته میشه. بنابراین به نظر میرسه که بودجه کسری بودجه شدیدی داشته باشه در این شرایطی که ایران با شرایط بسیار دشوار اقتصادی قرار هست روبرو بشه. البته چنینه و این البته بر اقدامات دولت در چگونگی برخوردش با انتشار این ویروس مؤثر خواهد بود و از جمله اینکه این ادعاها و قولها و تعهداتی که به هر حال داده میشه از سوی مقامات گوناگون حاکمیت، هم از رئیس قوه مجریه یا وزرا زیر سوال میبره، چون یکی از شرایط برخورد مناسب و مؤثر با پیامدهای منفی انتشار این ویروس اینه که دولت توانایی مالی داشته باشه و با توجه به اینکه دولت دست کم 50% کسر بودجه دارد برای بودجه سال جاری و همچنین عدم استفاده کارآمد از منابع و فساد و گسیختگی و اون چیزی که حکمرانی ناهماهنگ خوانده میشه، بنابراین بعید به نظر میرسه که این قولها و این تعهدات بتونه به منصه ظهور برسه. و اقدامات بیشتری که دولت میتونه بکنه چیه؟ میدونیم که خب از طرفی داره یک سری حمایت از بعض معیشت مردم رو در موردش صحبت میکنه، از طرفی از جامعه بین الملل میخواد که در این دوره از تحریم ها یا بکاهد یا این تحریم ها برداشته بشه. به نظر میاد که حاکمیت به جای این ادعای بزرگ و این به اصطلاح ادعای کلان میبایست کمی تواضع رو یاد بگیره از کشورهای دیگه مثل آلمان یا کشورهای دیگه و سعی بکنه که ابتداعا ابعاد آسیب‌های ناشی از انتشارات این ویروس رو در نظر بگیره و بعد بازه زمانی که این ادامه خواهد داشت، بدون این دو متغیر نمیشه ارزیابی داشت که آیا این کمک‌هایی که دولت الان میکنه به اقشاری که آسیب پذیر خوانده میشن کافی هست یا نه، چون ما نمیدونیم ابعاد چقدر بزرگه. بیاد بیاریم بخش عمده ای از جمعیت ایران که آسیب پذیرترین هستن، بخصوص این موقعیت، اینها اقشار حاشیه نشین هستن، دسترسی ندارن به امکانات و دولت هم دسترسی توی موارد زیادی به اونها نداره، مثلا در استانهای دور افتاده. بنابراین ادعای این که این آسیب ها اولا این کمک ها اولا کافی است ادعای مسموع و موجهی نیست، دو اینکه این به شکل مؤثر انجام میشه اون هم قابل تردیده. بنابراین به نظر میاد با توجه به تناقضات و اساسا اطلاع رسانی نارسایی که در چارچوب حاکمیت و در این سه ماه گذشته وجود داره و سخنان گوناگونی که بخصوص از شخص حسن روحانی شنیده میشه، به نظر نمیاد که این ادعاها و این خوشبینی ها جای خوش به اصطلاح جای اینو داشته باشه که ما بتونیم باور بکنیم. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی از استکهلم سوئد، متشکرم از شما.
کرونا در بخش‌هایی از جهان با شدت بیشتری قربانی می‌گیرد. در اسپانیا طی فقط یک روز گذشته بیش از 950 نفر جانشان را از دست دادند. در بریتانیا هم با مرگ 569 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان به حدود 3000 نفر رسیده. در آمریکا تعداد قربانیان به 900 نفر نزدیک می‌شود و دونالد ترامپ گفته تقریبا تمام امکانات پزشکی موجود در ذخایر استراتژیک برای مقابله با کرونا مصرف شده. برهام قبادی نگاهی کرده به آخرین تأثیرات کرونا در جهان. خیابان‌های خالی نیویورک که زمانی جای سوزن انداختن در آنها نبود. در آمریکا شمار جانباختگان حالا از مرز 5000 نفر گذشته. نزدیک به 900 نفر در یک روز. کوچکترین آنها نوزادی که تنها 6 هفته پیش به دنیا آمده بود. دونالد ترامپ که تا چند هفته پیش میگفت همه چیز تحت کنترل است و ماجرای ویروس کرونا حقه جدید دموکرات هاست، حالا میگوید روزهای وحشتناکی پیش روی آمریکاست و قول ساخت تجهیزات درمانی بیشتر میدهد. به زودی دستگاه‌های کمک تنفسی بیشتر از نیازمون خواهیم داشت. الان هزاران دستگاه داریم میسازیم. البته زمان میبره تا ساخته بشن. هیچ کس نمیتونه حدس بزنه که یه همچین اتفاقی میفته. اما دستگاه‌های کمک تنفسی تنها مشکل نیست. کادر درمان از کمبود ماسک و لباس‌های محافظتی گله دارند. اینجا یک دکتر در ویدیویی که در فضای مجازی گذاشته از وضعیت بیمارستانی در نیویورک میگوید. دارو توی بیمارستان‌ها داره تموم میشه. بعضی از بیمارستان‌ها برای کادر درمانشون لباس‌های محافظتی ندارن یا برای اعضای خانواده بیمارانی که به عیادت میان. داروهامون داره تموم میشه، تجهیزاتمون داره تموم میشه. حتی اکسیژن هم که بیماران مبتلا به کرونا نیاز دارن رو به اتمامه. پس اگه حالتون بده خونه بمونید. در اروپا کرونا روزهای تاریکی را برای اسپانیا رقم زده. هر روز تعداد جانباختگان رکورد تازه‌ای می‌زند. تازه‌ترینش 950 نفر. شمار کل تلفات کرونا در این کشور حالا از 10000 نفر عبور کرده. در ایتالیا که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده، ارتش روسیه به کمک آمده. اینجا یک خانه سالمندان را در شمال ایتالیا ضد عفونی می‌کنند و خودشان را آماده می‌کنند تا به داخل ساختمان بروند. ایتالیایی ها دورا دور از آنها تشکر می کنند. در گوشه دیگر از اروپا، در یونان، آزمایش کرونای 20 نفر از ساکنان یک کمپ پناهجویان مثبت اعلام شده. کرونا در کمپی با جمعیت 2500 نفر و نبود امکانات بهداشتی کافی، یعنی بمب ساعتی. اینجا در شیلی، این زن 26 ساله که کرونا دارد، از بیمارستان فرار کرده. و حالا پلیس او را اینجا در بازار پیدا کرده تا دستگیرش کند. در مانیل پایتخت فیلیپین که زمانی خیابان‌ها این طور غلغله بود، حالا این گونه سوت و کور است. رئیس جمهوری این کشور که به کشتن قاچاقچیان مواد مخدر متهم است، حالا همان سیاست را می‌خواهد درباره کسانی اعمال کند که قرنطینه را نقض می‌کنند. تعلل نمی کنم. دستور من به پلیس و ارتش و مقامات محلی اینه: اگه دردسر یا خشونت دیدین یا زندگیتون در خطر بود، با گلوله بزنین بکشینشون. سیاست های خشن یک سیاست مدار جنجالی فعلا خیابان ها را اینطور خالی کرده. پرهام قبادی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش برای مقابله با کرونا تا پایان سال برنامه دارد و مشکلی برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مردم وجود ندارد. در آمریکا نزدیک به 900 نفر به شمار قربانیان کرونا اضافه شده. در اسپانیا هم طی یک روز گذشته بیش از 950 نفر جانشان را از دست دادند. در ادامه برنامه، شایعات از کجا می آیند؟ آیا آب لیمو از انتقال ویروس کرونا جلوگیری می کند؟
محمد سرور دانش معاون رئیس جمهوری افغانستان اوضاع این کشور را وخیم خوانده و از تشدید محدودیت‌های آمد و رفت به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا خبر داده. وزارت صحت عامه اعلام کرده شمار مبتلایان ثبت شده در افغانستان به 239 نفر رسیده. در از دیروز 43 مورد تازه ثبت شده که 41 مورد آنها در ولایت هرات و 2 مورد در کابل بوده. در همین حال چین اولین محموله کمک‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا را به مقام‌های افغان سپرد. دولت گفته کمک‌های بین‌المللی در حال رسیدن به محلات کرونا زده است. کنشگاه ترکستانی رئیس صحت محیطی وزارت بهداشت افغانستان است. کابل با ما هستند. آقای ترکستانی بیشتر به ما بگید الان افغانستان با چه مشکلاتی روبروست برای مقابله با ویروس کرونا؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. از آنجایی که معلوم هست ویروس کرونا حالا دامنگیر مردم افغانستان هم شده، از این خاطر وزارت صحت افغانستان یا وزارت بهداشت برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت خود را در شرایط اضطراری در مبارزه با این ویروس اتخاذ کرده و اقدامات لازم را به خاطر تجدید افراد اشخاص مشکوک و قرنطینه کردن ولایات و همچنان ایجاد مراکز درمانی و تشخیصی در کابل و ولایت را روی دست داره و یک بخشش هم بیشتر تمرکز داره برای آگاهی دهی برای مردم و از آنجایی که دیده میشه در افغانستان با توجه به پایین بودن سطح آگاهی مردم هنوز هم قدر مردم جدی نمیگیرن و حالا انتشار ویروس در جامعه افغانی از یک شخص به شخص دیگر آغاز شده. تا هفته پیش تمامی کسایی که این ویروس را داشتن بیرون از مرزهای افغانستان و خصوص از ایران وارد افغانستان شده بودند. حالا اونا به جامعه ویروس الان محدودیت هایی که شما سیستم درمانی وزارت بهداشت سیستم بهداشتی افغانستان باهاش روبروس، مشکلاتی که افغانستان داره برای مقابله با ویروس کرونا چیه و به چه کمک هایی نیاز داره افغانستان؟ افغانستان نیاز به قرنطینه شدن داره و نیاز به آگاهی داره و نیاز به تجهیزات بیشتر داره برای تشخیص و برای تداوی و بیشتر. به خوشبختانه دیروز یک محموله کمک های دولت چین در افغانستان رسید و ما امروز شاهد کمک های کشورهای دیگر مثل ازبکستان هستیم، اما این قطعا بسنده نیست. با توجه به ای که این ویروس در آینده ها بیشتر انتشار پیدا بکنه و ارقامی که فعلا ما داریم احتمال میره که این به شدت بالا بره، بیشتر نیاز است که توجه مردم بیشتر به این شوه. حالا یک چالش عمده‌ای که ما باش روبرو هستیم عدم توجه شهروندا هست و قرنطینه را اونقدر جدی نگرفتن و حالا شما در کوچه و بازارها اگر سر بزنین مردم راحت از رخصتی ها استفاده میکنن و فکر میکنن که اونطوری که وزارت بهداشت وزارت صحت عامه اعلام میکنه با او حد جدی نیست. از این ناحیه ما نگرانی بیشتر داریم و کسایی که وارد کشور میشن برای پیام های صحی اونقدر توجه ندارن، یعنی دو هفته در خانه ماندن را ترجیح نمیتن و میرن در محافل در مجالس اشتراک میکنن با خانواده هاشون میشینن. وقتی که اعراض علائم پیدا کردن میاین به بیمارستان ها. این در حال است که اینا افراد اشخاص بیشتر را مصاب ساختن به این ویروس. ممنونم از شما کنشگاه ترکستانی رئیس صحت محیطی وزارت بهداشت افغانستان. بهای جهانی نفت خام پس از صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد امکان توافق عربستان و روسیه و پایان اختلاف بر سر قیمت بیش از 10% بالا رفت. رئیس جمهوری آمریکا گفته در مکالمات جداگانه با محمد بن سلمان و ولادیمیر پوتین از آنها خواسته طی روزهای آینده با کاهش تولید قیمت را دوباره افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز با وجود کاهش تقاضا و افزایش فشار آمریکا برای کاستن از تولید، دیروز صادرات نفت عربستان به میزان بی‌سابقه 12 میلیون بشکه رسید.
شرکت ملی راه‌آهن روسیه فعالیت خود در ایران را متوقف کرد. این شرکت در پروژه برقی سازی خط راه‌آهن گرمسار به اینچبرون از استان گلستان حضور داشت. ماه گذشته خبرگزاری اینترفاکس خبر داده بود شرکت راه‌آهن روسیه از بیم تحریم‌های آمریکا از این پروژه 1.2 میلیارد یورویی کنار کشیده. جنگ لفظی مقام‌های ایران و آمریکا دوباره بالا گرفته. وزیر خارجه ایران در توییتر نوشته جمهوری اسلامی شروع کننده هیچ جنگی نیست، ولی به کشوری که آغاز کننده آن باشد درس‌هایی خواهد داد. این حرف محمد جواد ظریف واکنشی است به توییت دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که هشدار داده بود اگر ایران یا شبه نظامیان متحدش به آمریکایی‌ها در عراق حمله کنند ایران بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته کوچکترین اقدام آمریکا علیه این کشور شدیدترین واکنش‌ها را در پی خواهد داشت. اتفاقاتی که در عراق ظرف هفته‌های اخیر بر علیه پایگاه‌های آمریکایی افتاده، عکس العمل طبیعی مردم عراق و نیروهای مقاومت در برابر اقدام شیطانی آنها در ترور شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس فرمانده نیروهای مقاومتی عراق هست و هیچ ارتباطی به کشور ما نداره و آمریکایی‌ها بعضن این رو نسبت به ما میدن که اینها فرافکنی است. طبیعی است که مانند همیشه به این تاکید میکنیم اگر چنانچه کوچکترین چشم داشت یا اقدام یا نظر سوی نسبت به امنیت کشور ما داشته باشن با شدیدترین عکس العمل ها مواجه خواهند شد، اما جمهوری اسلامی هیچ گونه دخالتی در این صحنه ها نداره و هیچ قصدی هم نسبت به تعرض به نیروهای بیگانه نداره. حسام دستپیش استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین دانشگاه اربیل از بروکسل با ما هستن. آقای دستپیش، این جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا چقدر جدیه؟ این که واکنش طرف ایرانی اینقدر شدید هست گویای چه واقعیتی است؟ اون چیزی که مشخصه اینه که خب سیاست جمهوری اسلامی در عراق بیشتر حالت تهاجمی گرفته و این حالت تهاجمی دلیل عمدش اینه که اون مسئله ای که به عنوان عمق استراتژیک خودشون تعریف کردن با مشکلات بسیار عدیده ای مواجه شده و در مقابل رفتارهایی که ایالات متحده از خودش نشون میده طبیعتاً یه رفتارهای به شهالت دفاعی است، به این معنا که بتونه عراق رو به عنوان یک دامین خودش داشته باشه در منطقه. اما اون چیزی که مشاهده میکنیم تندتر شدن لبس نیروها در این موقعیت خاصه، دلیلش اینه که خب جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی با مشکلات بسیار عدیده رو به روست. یکی از عمده ترین و بارزترین اون به دنبال اینه که دولت با اسلحه رو دوباره در عراق مستقر کنه، اما در این امر تا به حال نتونست موفق بشه. مشکل دومی که پیدا کرده اینه که از لحاظ فرماندهی که در منطقه داشت این فرماندهی دچار مشکل شده. فردی اومده که این هنوز اتوریته خودش رو ثابت نکرده، هنوز نتونسته که با نیروهای عراقی به یک توافقی برسه و در این حال در بستر اجتماعی عراق اون چیزی که اونها دنبالش هستن، نیروهای قدیمی و با وسه و پیروشون، اینها از بدن اجتماعی شیعان مشکل پیدا کردن. در مجموع میتونم بگم که اونچه که جمهوری اسلامی در حال حاضر انجام میده بیشتر حالت تهاجمی است و این نقطه تهاجم دلیل عمدش اینه که با از دست دادن عراق یا ضعیف شدن در عراق مطمئناً اونها در داخل کشور هم دچار بحران‌های اساسی میشن. و در حال حاضر دولتی که در عراق بر سر کار هست موضعش چیه؟ برای اینکه میدونیم که سفرهای محرمانه آقای قاهانی بخشیش به خاطر اعمال نفوذ بیشتر در اداره این دولت هست و روی کار آوردن افرادی که به آمریکا نزدیک نیستند. خب ببینید، مسئله اساسی اینه، خب قبلا نگه، البته قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی هم این مسئله مطرح بود از اکتبر گذشته. مسئله اینه که بستر سیاسی، بستر اجتماعی که جمهوری اسلامی رو سرمایه گذاری میکرد که بتونه یه دولت با اسلحه رو برای همیشه در عراق تثبیت کنه، این بستر از بین رفته و فردی که جانشین قاسم سلیمانی شده با انبوهی از مشکلات سیاسی، نظامی و امنیتی روبروست. خب در حال حاضر آیا این فرد توان اون رو داره که بتونه مدیریت کنه یا بتونه این بازی رو به یک حالت متعادلی برسونه؟ که بنده معتقدم در این امر مشکل پیدا خواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه
نیروهای با که معتقد دولت با اسلحه هستند در عراق مشروعیتشون در خطر قرار گرفته، با بحران‌های اساسی مشروعیتی در بدنه جامعه شیعه روبرو هستند. خب این مشکل چگونه حل خواهد شد؟ یک بحران میتونه مشکل رو حل کنه. این بحرانی که عراقی‌های با اسلحه و عراقی‌های بدون اسلحه رو در مقابل ایران و جمهوری اسلامی و ایالات متحده، خب بازی بسیار پیچیده تر از اونه که به نظر من قاعانی بتونه در کوتاه مدت این مسئله رو حل کنه. این که واکنش تند مقامات ایران رو وقتی میبینیم چقدر به معنی این هست که تهدیدهای لفظی آمریکا رو دارند جدی میگیرند؟ خب مواضع رسمی طبیعتاً موقعی که خیلی حالت حادی به خودش بگیر، یا همون به اصطلاحی که میگن موضع اعلامی، موقعی که به صورت حادی به خودش بگیره نشان از یک نوع اطلاعات داره، نشان از یک نوع اطلاعاتی وجود داره به این معنا که اون فضایی که اونها در نظرش هستن مورد تهدید قرار گرفته و بیان اون از طرف مقامات جمهوری اسلامی بیان از طرف افراد متعددی بنگر اینه که یک اتفاقات خاصی در داخل عراق افتاده که موقعیت اونها را از اون موقعیتی که تصور میکردن به یک حالت به اصطلاح ناپایدارتری تبدیل کرده. به همین دلیل احساس میکنم که این مواضع تشدید تندتر خواهد شد، مگر اینکه در این میان فضای متفاوتی ایجاد بشه که هنوز نشانهای از اون نمیبینیم. حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین دانشگاه اربیل، متشکرم از شما. آب لیمو، نیش پشه و اهدای خون. کریس موریس خبرنگار بی بی سی نگاهی کرده به بعضی از باورهای نادرستی که این روزها در مورد بیماری ناشی از ویروس کرونا و روش‌های انتقال و درمان اون در فضای مجازی منتشر میشه. همه ما برای مدتی طولانی درگیر این مسئله هستیم و جدا کردن حقیقت از باور نادرست بسیار مهمه. اینها چند باور نادرست هستند. باور اول، آب لیمو از شما در برابر ویروس کرونا محافظت میکنه. ادعاهای زیادی در مورد خوردن و یا نوشیدن چیزهای مختلف برای مهار کرونا وجود داره و آب لیمو همیشه یکی از اونها بوده. با انتشار یک ویدیو از یک دانشمند قلابی چینی شروع شد. آب لیمو براتون بد نیست. در واقع همه میوه و سبزیجات ضروری هستند. به سلامتیتون کمک میکنن. اما جلوی انتقال ویروس به شما رو نمیگیرن. باور دوم، نیش پشه میتونه ویروس رو به شما منتقل کنه. میدونیم که ممکنه نیش پشه بیماری های دیگه ای رو به شما منتقل کنه، اما هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده اینجور حشرات ویروس کرونا رو منتقل میکنن. این یک بیماری تنفسیه و بیشتر از طریق سرفه و عطسه فرد بیمار منتقل میشه. بهترین کار در تماس نبودن با افراد بیمار و شستن دست هاست. باور سوم، اهدای خون برای دریافت آزمایش مجانی. بعضی ها امیدوارن در ازای اهدای خون بتونن به طور مجانی برای کرونا آزمایش بشن. این اصلا درست نیست. اما حرف و حدیث زیادی در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. اگه خون بدید آزمایش کرونا روی شما انجام نمیدن. کارمندان بخش اهدای خون دلشون نمیخواد که یه بیمار به اونجا بیاد. البته شما هم از خون اهدا شده دیگران ویروس نمیگیرین. بهترین توصیه اینه که در حالی که دانشمندا به دنبال یه راه حل هستن تلاش کنید سلامتی خودتون رو حفظ کنید. مرسی. به پایان این بخش خبر ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.